بینندگان عزیز سلام بر شما، امیدوارم تا این لحظه رو به خوبی و خوشی پشت سر گذاشته باشید و اوقات رو که امروز با هم هستیم اوقاتی بهتر داشته باشید. امروز چهارشنبه هفتم اکتبر سال 2015 میلادی و برابر است با 15 مهر ماه 1394. ممنونم از علی عزیز که این نوشته ها رو برای ما میفرسته، هر هفته هر روز منظم مرتب و سالهای سال هست که این کار رو انجام میده. دیروز فرصتی داشتم با آقای فرزاد شبستری صحبت میکردم، بهش تبریک گفتم که 47 برنامه رو پشت سر گذاشته و 48 در راه است. میشه 4 که ایشون با تلویزیون مردم همکاری میکنه و امیدوارم که شما هم خودتون یا دوستی آشنایی اگر دارید و اونها هم مایل هستن برنامه داشته باشن در تلویزیون مردم معرفی کنید تا بتونیم از این بلنگو به نحو احسن استفاده کنیم. صحبت از بلنگو شد، خیلی از شماها خوشحال بودید که آقای منصور قسانلو از تلویزیون مردم استفاده کردند و با شما بودند. خیلی از شماها گله کردید که آقای سربی قرار شد سربی با مردم باشد، چرا شما بدقولی میکنی و با دوستان دیگه میای؟ اونها به جای خود برنامه های خودشون رو داشته باشن، ولی شما این برنامه سربی با مردم رو همون جوری که قول دادی با ما باش. من گفتم که بذارید من توضیح میدم در برنامه. ببینید بعضی وقتا هست که دیگه ما هیچ راه چاره ای نداریم. مثلا بنده در مسافرت بودم، آقای عیسی علیپور تماس گرفتن که آقا جنبشی در راه است و آقای منصور اوسانلو به اصطلاح این برنامه ها رو پیشبینی کرده و الان منیج میکنه یا نمیدونم رهبری، نمیدونیم بگیم، ولی مجری و مدیرش هست. شما هم لطف کن با ایشون صحبت کن. برای ایشون نوشتم که من نیستم و چهارشنبه یا پنجشنبه میام، اون موقع شاید دیر باشه. ایشون گفت نه، حتی اگر همون روز یا یه روزم مونده باشه بالاخره ماهی رو هر وقت از آب بگیریم تازه است، یا بعضیا میگن ماهی رو هر وقت از آب بگیریم میمیره. در هر صورت ما هم مجبور شدیم که ضرب العجل با آقای منصور اوسانلو صحبت کنیم، همچنین با خانم الهام رحیمی. از هر دوی این دوستان عزیزان هم ممنونم. اما خیلی از شماها ایراد گرفته بودید که آقای سربی چطور وقتی آقای سکویی میگه تظاهرات فلان جا بیاین ولی همون روز خودش میشینه در تلویزیون برنامه میذاره، شما بهش ایراد میگیرید، ولی خود شما و آقای اوسانلو، هم شما به عنوان یه معلم هم ایشون به عنوان یه کارگر، نماینده کارگران، نماینده سندیکا، اون روز در منزلتون بودید یا در استودیو بودید و برنامه اجرا کردید. من براتون توضیح میدم. اولا من در جریان این تظاهرات هیچ کارم، یعنی نه نقشی در برنامه ریزیش داشتم و نه نقشی در اجرا و رفتن و آمدن و اینها. و من بارها گفتم تا روزی که این دوستان به مردم نگن که تظاهرات برای چی هست، منافع چه کسی تأمین میشه، مردم نمیان. و میبینید با این همه وقتی که اینها میذارن، با این همه برنامه‌ای که میذارن، فلایر چاپ میکنن، فلایر منتشر میکنن، ویدیو درست میکنن منتشر میکنن، باز میبینیم در شهرهایی که ایرانی‌ها زیادن، در تورنتو 6-7 نفر، در آلمان و در سوئد خب بیشتر بودن، ولی اونجوری که باید و شاید نبوده. چرا؟ من فکر میکنم این دوستان نمیتونن به مردم بگن که شما هم اگر بیایی یه منفعتی برای شما هم هست و مردم رو اون روز کار به اصطلاح تشویق کنن، کارش رو تعطیل کنه، حالا یا 100 دلار یا 100 تومان هر جا که کار میکنه به هر واحدی قید اون پول رو بزنه، چه در سرما چه در گرما بیاد. مخصوصا این تظاهرات در مراکز شهرها هست، جای پارک کردن مشکله، با وسیله نقلیه بخوای بری بیای یه هزینه ای داره. ما خودمون میبینیم، میگه که فلانی رو آوردن با اتوبوس، ساندویچش هم دادن، نمیدونم خوراکش هم دادن، ولی اینا میگن خب بیاین در مراکز شهرها جمع بشید.
اون روز یه نفر زنگ زد گفت آقا برقای بهرام آبتین رو میبینی با آقای اوسانلو؟ گفتم نه. گفت اولا رفته موهاش و سیبیلش رو رنگ کرده، میخواستم بگم خر همون خره، پالونش عوض شده. گفتم نه حالا شما توهین نکن، اینا رو بذار به آزادی شخصی، هر کسی آزاده. خود من ممکن، من یه نقش کوتاهی بهم پیشنهاد شده بود، اگر اون قبول می شدم قرار بود که مثلا نقشی آدم 40 ساله رو بازی کنم، مجبور بودم موهام رو رنگ کنم. در هر صورت گفتم که چی شده؟ گفت این آقا ببینید چقدر نادانه، به مردم میگه بیاین جلو دفتر سازمان ملل، چون دفتر سازمان ملل مجبوره که قوانین حقوق بشر رو در کشورها، اونم کشوری مثل ایران، اجرا کنه. گو این آقا اصلا نمیدونه این سازمان ملل سازمان ملل نیست، سازمان دوله. این سازمان ملل تا حالا صدها قطعنامه صادر کرده، قدرت اجرایی نداره در کشورهایی که تازه دموکراسی هستن یا ادعای دموکراسی دارن. ایشون سازمان ملل هیچ کار است، این نشسته در آلمان، اونم کسی که بعد از اون دزدیایی که با محسن رضایی کرده و کارخونه داری و نمیدونم چیل ماشین گاراژ داری و فلان اینها، بعد بلند شده حالا آمده آلمان پولا رو داره میخوره، از این ورم اقدام میکنه، تازه طلبکارم شده. با آقای منصور اوسالو میگه که شما وقتی در زندان بودیم ما خیلی تلاش کردیم، اصلا این همبستگی رو ما را انداختیم. اینو گفتم آقا اصلا سندش شما امضا کن بده بیم. در صورت دوستان کارمون خیلی خرابه. من یک پیام 15 دقیقه‌ای رو یک بانویی که در همین منطقه، اینجا بهش میگن DMV DC مریلند ویرجینیا، DMV برای اداره راهنمایی رانندگی هم هست، ولی الان چند ساله، یکی دو ساله که مد شده میگن منطقه DMV. اون موقع میگفتن واشنگتن متروپولیتن، ولی چون خود واشنگتن میشه واشنگتن و خیلی کوچولو هست و اصلا استیت نیست و اینها، یه کمی برای ویرجینیا و برای مریلند کسر شأن بوده. حالا این خانم عزیز قبلا با من تماس گرفتن، گفتن که من مدت هاست با تلویزیون شما آشنا شدم و خوشم میاد از این تلویزیون، از همه افکار دعوت میکنید، حتی چندین بار گفتید اونهایی که مخالف ما هستن بیان و صحبت کنن، و من چجوری میتونم صحبت کنم؟ تلفنی که زنگ میزدن شماره تلفن رو به جای 73 37 میگرفتن. وقتی که شماره تلفن درست رو به ایشون گفتم و به اصطلاح ایشون هم تماس گرفت، گفتم که اینجوری هست و شما میتونید به این وسیله تماس بگیرید، پیام بذارید، من پیام آدیو یا صدای شما رو با یک ویدیویی که اینجا داریم جنریک هست نشون میدم و دوستان نظر میدم. این پیام چون طولانی هست من 1-2 دقیقه از اون رو برای شما دوستان میذارم، بعد در پایان برنامه امروز تمام اون 14 یا 15 دقیقه رو میذارم، شما این پیام رو گوش بدید، روز جمعه یا از حالا تا جمعه هر کسی دوست داشت به این شماره تلفنی که میگم 202-695-2573 یا 703-957-6150 روی صفحه تلویزیونم این شماره ها رو میبینید. بذارید من الان براتون بذارم، ببینید این 202 هست، این یکی هم 703. پیام بذارید، نظرتون رو درباره گفته های این بانوی ایرانی بگید. خود من چون ایشون از آقای آریانپور اسم برده، پیام ایشون رو برای آقای آریانپور میفرستم، نظر آقای آریانپور رو جویا میشه، و خود من چند تا اشکال کوچولو توی این دو پیامی که شما گذاشتی و من اینجا کردمش، یه دونه پیام به صورت 15 دقیقه‌ای دیدم و شنیدم، ولی چون مردم هنوز نشنیدن اجازه بدید که من هم خاموش باشم، ساکت باشم و روز جمعه درباره پیام شما صحبت کنیم. بیننده عزیز و بانوی گرامی، پس بریم دوستان با هم این پیام رو ببینیم و بشنویم. اجازه بدید من برم صدا و اینها رو هم کنترل کنم، و بله صدا هم هست، این رو هم بچرخونیم به اون طرف که صدای ایشون هم به اصطلاح پخش بشه، و اینجا میایم سراغ پلیر 5. بفرمایید. سلام بر شما،
تلویزیون مردم، بینندگان شما و شنوندگان شما، مخصوصا در درجه اول در داخل ایران و خارج و هر کجای دنیا که هموطنان من هستند. با این تلویزیون اخیراً آشنا شدم. کمتر عادت داشتم به این تلویزیون ها گوش بدم. به هر حال همه زحمت خودشون می کشن، ولی من چون تقریبا در همین منطقه زندگی می کنم، پس دسترسی من به اینجا آسون تره. ولی اولین باره که تقریبا با یک تلویزیونی به این شکل صحبت می کنم. برنامه هاتون برای من جالب و تقریبا در حد خودش منطقی به نظر میاد. ولی همه ماها شاه رو، و این در تلویزیون شما هم این تکرار میشه، یک نفر آدم رو مقصر میدونیم برای همه اتفاقاتی که افتاده. من به عنوان یک زن که در اون مملکت از دوران نوجوانی کار کردم، درس خوندم، رشد کردم، بزرگ شدم و الان در جای دیگه زندگی میکنم. نه علت اینم که از خودم باید کمی صحبت کنم، من نه هیچ دختر کسی بودم، نه شرایط زندگیم طوری بوده که چیزی رو کسی برای من مهیا کرده باشه. هر مدرک و هر درسی خوندم و به هر دانشگاهی که رفتم در همون رژیم بود و با زحمت خودم و خانواده کوچیکی که در شهرستان بزرگ شدم. تمام. خب دوستان اجازه بدید به همینجا این به اصطلاح پیام رو ما توقف بدیم و آخر برنامه خودم امروز این رو براتون پخش میکنم، مخصوصا چون روز دوشنبه ما برنامه رو کلن اختصاص داده بودیم به این دوستانمون آقای منصور اوسانلو و خانم الهام رحیمی. امروز دقایقی با شما باشیم تا بلکه از شکایتهای شما کم بشه. یکی از دوستان برای من نوشته بود که شما در رابطه با آقای منصور اوسانلو صحبت کردید، ایشون در همون برنامه گفتن که یا در برنامه‌هایی که خودشون دارن توی تلویزیون‌های مختلف گفتن که 400 نفر از پاسدارا رهبراشون کشته شدن در عربستان و مردم الان بیاین و بریزید بیرون و اینها دیگه، اینها قدرت اجرایی و قدرت دفاعی و قدرت به اصطلاح حمله و اینها ندارن. در صورت که ایشون میگه آقا 400 نفر نبودن، 6 نفر بودن، ولی از واحد 400. و ایشون هم باز گله میکرد که وقتی این دوستان ما که ادعای رهبری فعالیت‌ها رو میکنن اینقدر خبرها رو اشتباه میبینند و اشتباه میخونند و اشتباه به ما منتقل میکنند، دیگه تکلیف ما چی میشه. در صورت اون هم باز بهانه ای میشه تا ما بتونیم هفته آینده با آقای منصور اوسانلو صحبت کنیم. و من بهتون گفتم، به خود ایشونم گفتم، من یکی از منتقدین ایشون هستم، یعنی کاری رو که انجام میده باهاش موافقم، حق کارگران رو باید گرفت، ولی روش ایشون رو روش صحیحی نمیبینم. به همین دلیل هم فکر میکنم که ایشون موفقیت چندانی نداشته. ببینید شما هر کاری رو میتونید بذارید توی یک صفحه‌ای، اینجا نمیدونم بهش چی میگن، اسپریدشیت میگن، کاغذایی هست که مینویسه اینقدر پول داشتیم، اینقدر خرج کردیم، اینقدر وقت گذاشتیم، حالا اینقدر پول داریم یا اینقدر وقت داریم یا اینقدر طلا داریم. بعد نگاه میکنن میبینن حاصل این زحمات اون آخرش راندمان یا بازدهش خوب بوده یا بد بوده. اگه بد بوده، مثل سازمان مجاهدین بوده 120 هزار تا کشته داده، رهبرش الان غائب، رئیس جمهورش بدون تفنگ و اسلحه هی میگه ارتش آزادی بخش، این رو عوض میکنن، میریزن به هم و از نو به اصطلاح میشینن اشکالاشون رو پیدا میکنن و رفع میکنن. این ماجرای این دوستانم همینه.
اولا به نظر میرسه که همه اینها هدف دارن، هدفهای بزرگ، هدفهای عالی، هدفهای انسان دوستانه، ولی متاسفانه برنامه‌ای ندارن و اگر برنامه‌ای دارن ابزار اجرای اون برنامه رو ندارن و همینجوری گول، دریم، آرزو، بزرگ، برنامه، بله ما این کار رو میکنیم، وسیله ندارن. حتی اگه وسیله هم دارن ازش درست استفاده نکرده و هنوز هم نمیکنن. ببینیم چی میشه. خب ایشون نوشته که این آقای ابراهیم شیری نوشته مجوز برای روسیه، شورای امنیت سازمان ملل متحد پیشنهاد تشکیل ائتلاف وسیع علیه داعش بحث میشود. شورای امنیت سازمان ملل متحد گفت پیشنهاد تشکیل ائتلاف وسیع علیه داعش بحث می شود. شما باورتون میشه که من تو گزارشام خوندم که ایران داره پول میده به طالبان که علیه داعش بجنگن؟ یعنی واقعا روزگار غریبی است، نمیدونیم کجا به کجاست، نقل کجاست. و اما انتخابات آمریکا سال آینده است، ولی الان از چند مدت پیش شروع شده و میدونید که یه شخصی به نام برنی یا آقای مسنی هست که سناتور هست و ایشون آمده به اصطلاح از حزب سوم یا حزب مستقلین یا ایندیپندنت به اصطلاح خودش رو نامزد کرده و شعارش هم اینه که مردم خسته هستن از این حزب بازی دو حزب آمریکا و ملت بیاین ما با هم به اصطلاح بریم و یک کاری انجام بدیم. و خیلی هم الان بازارش گرفته و حتی از خانم هیلری کلینتون جلو افتاده. خود من شخصا اگر بخوام برم رأی بدم به ایشون رأی میدم، چون اولا یه چیز متفاوته، دوما اقلا از اون دوتا و پولارا و اینها نیست. اینم از این. و اما من سازمانهایی رو که با برنامه پیش میرن خیلی دوست دارم، یا به قول ما شیرازی ها خیلی دوست میدارم. یک سازمانی هست به نام Moms Against Poverty، یعنی مادران بر علیه به اصطلاح فقر و فلاکت و بیچارگی در دنیا. و در آمریکا یه چیزی هست به نام، بهش میگن Save the Date، یعنی مثلا من به شما میگم که یادت باشه دوشنبه هفته آینده روزت رو نگه دار که با هم میخوایم بریم گریت فالز، بریم قایق سواری. فان این آقای امید امیدوار خیلی میره ورزش و قایق سواری و اینها. و اینها ببینید دوستان، از الان برای مارچ، پنجم مارچ، یعنی برای 15 روز مونده به عید، از الان برنامه ریختن. و ما اگه یک کسی بهمون بیاد بگه آقا هفته آینده یه برنامه هست، آیا شما شرکت میکنید؟ میگیم ای بابا، از حالا تا هفته آینده زمین هزار تا چرخ میخوره. همونجا ما به طرف میگیم که ما نادانیم، چون زمین در شبان روز یه دونه چرخ میخوره، توی هفت روز آینده هزار تا چرخ میخوره، بعدم شاید پدرمون بمیره، شاید نمیدونم فامیلمون فوت بشه و الی آخر. بذارید یه بار دیگه اینها رو نشون بدم، تبلیغشون رو انجام بدیم مجانی. اگر هم خواستند اینها تماس بگیرن، تبلیغا رو خیلی ارزون. نوشته که Animal Dinner Dance and Auction Dinner و Dance و ششمین سالش هم هست، Auction Fundraising. اینجا رسمه که یه حراجای میذارن، توی اون حراجها پول جمع میکنن و برای اون هدفی که دارن. من خودم یادمه چند سال پیش یه حراجی گذاشتن از طرف تلویزیون رنگارنگ و اون دوتا دوچرخ سواری که از ایران آمده بودن، خود منم اونجا مجری برنامه بودم و حدود 12,000 دلار یه شب برای این دوستان جمع کردیم که بعدش هم کلی تهمت و فوش و افترا شنیدیم. در از صورت اینها این کار انجام میدن. حالا تا پنجم مارچ وقت زیاد داریم، ولی اونهای هدفهاشون رو میتونن بهش دسترسی پیدا کنن که با برنامه Save the Date میکنن، توی تقویمشون مینویسن و الی آخر. اینجا یه سازمان دیگهی به نام نیاک هست که من بارها گفتم من اولین کسی بودم که مصاحبه اولین رو با آقای تریتا پارسی انجام دادم، وقتی که دیدم این جوانها آمدن و رفتن در رشته‌ای که باید تحصیل کنن تا یاد بگیرن سیاست آمریکا رو، اون کار رو انجام دادن و من
خیلی خوشم اومد که اینها همین جوری نمیان. چون پریروزا بود خوندم آقای صبری حسنپور نوشته بود که ما هیچ مدرسه‌ای نداریم برای مبارزه و اینها. گفتم آقای حرفا چیه؟ مدرسه داریم، درس میدن، دانشگاه داریم، تاکتیک، تکنیک، فلان اینها. شما چون خبر نداری فوری نگو نداریم. در اصل اینها رفتن مدرسه و درس خوندن و اینها هم همین ماه در ماه اکتبر 2015 Leadership Conference یک کنفرانس هایی میذارن سالیانه که خیلی هم خوب و مفید هست، افرادی رو که به اصطلاح سری در جامعه دارند و حرفشون حرف هست و اینها میارن برای شما صحبت کنن. مثلا این بار خانم پروفسور دکتر فریده فرهی از هاوایی میاد، آقای استیو کلمونز، ایرن دیوید میلر، مهدی حسن و خیلی هم افراد دیگه‌ای داخلش هستن و منم به احتمال 99% اونجا هستم. طبق معمول چیزایی که در آمریکا هست شما باید رجیستر کنید، ثبت نام کنید. به چند دلیل، یکی این که ارزون‌تر میشه، دوم این که اگه این دوستان ببینن 100 نفر میان، خب جایی رو که میگیرن کوچیک‌تر و مناسب‌تره، 200 نفر باشه بزرگتره، خرجشون بیشتره. از 24 اکتبر تا 26 هم هست. من خودم 24 میدونم که یه جایی مهمونی هستم و باید کار کنم و حالا ببینم 25 و 26 میتونم اونجا باشم یا نه. این هم از سازمان نیاک که خیلی مرتب و منظم کارشو انجام میده و تا حالا به هدفهایی رسیدن. و اما از تیمور لنگ، ما وقتی میگیم تیمور لنگ دوستان فکر میکنن اون مجری تلویزیونه، نه، تیمور لنگ واقعی. ازش سوال میکنن که شما چگونه امنیتی در کشور پهناور خود ایجاد نمودی که وقتی زنی با طبقی از جواهرات طول کشور را طی میکند کسی به او تعرضی نکرده و جسارتی نمیکند. در جواب تیمور لنگ جمله کوتاه ولی با تأمل میگوید: در هر شهری که دزدی دیدم گردن داروغه آن شهر را زدم. همین سال روزی از بهلول پرسیدند شخصی که دزدی کرده بود را گرفتند، به نظرت باید چه کارش کنند؟ بهلول گفت باید دست حاکم آن شهر را قطع کنند. همه با تعجب پرسیدند چرا؟ مگر حاکم دزدی کرده که دستش را قطع کنند؟ بهلول در جواب گفت: گناهکار اصلی حاکم شهر است که مردمش باید برای امرار معاش دزدی کنند. حالا شما تو جمهوری اسلامی هر بیچاره آفتاب دزدی رو دستش رو قطع کنید، انگشتش رو قطع کنید، ولی آقای بابک زنجانی و دیگران که دزدهای بزرگ هستن، این کلمه شاه دزد از کجا میاد؟ شاه دزد هستن، اونها رو در زندان، بعدم تازه معلوم نیست کجا هستن، در کدوم ویلا به سر میبرن، ولی شما میگید تو زندان هستن. زمان تجمع سراسری معلمان در داخل ایران تغییر کرد. این رو اون روز هم گفتم، یکی از اشکالات بزرگ اینه. بله، بعضی وقتا یه ساختمونی میریزه پایین، یه ساختمونی سیل میاد، بارون میاد، یه اتفاقی میفته، برقش قطع میشه، زمان رو عوض میکنن. ولی ما دیدیم خیلی به خاطر این ناهماهنگی همیشه این برنامه‌های تظاهرات اینها اینجوری عوض میشده. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان سراسر کشور در یک بیانیه زمان و مکان تجمع سراسری معلمان را اعلام کرد. مهرماه ساعت 16 مهرماه، پس فردا، ببخشید، 16 مهرماه فردا ساعت 10 تا 12 صبح در مراکز استانها، محوطه ادارات کل آموزش پرورش در شهرستانها، اداره آموزش پرورش در شهرستان. اگه یادتون باشه آقای اوسانلو گفت که اونایی که بهانه آوردن که آقا 13، 14، 15 میگیرنمون اگه بیان ساعت کارمونو کم میکنن، میگن بچه ها رو درس ندادی رفتی اونجا، گویا پنج شنبه که فرداست تعطیله، نمیدونم عید قربان چیه، برای من بنویسید اگر شما میدونید. ایشون میگفت پنج شنبه بیان، فردام پنج شنبه است، ساعت 10 تا 12 صبح 16 مهر ماه. حالا این با اون چیزی که آقای بهرام آبتین و آقای اوسانلو تو برنامه گفتن روبروی سازمان ملل و اینها، دفتر سازمان ملل، من نمیدونم. اشکال دیگه همینه، یه دفعه دوستمون، اتفاقا برادر این آقای محمد امینی هست، نه محمود، اون یکی دیگه،
برای من یه اطلاعیه فرستاد، گفتم آقا یه عده گفتن میریم جلو وزارت امور خارجه خیابون 21، شما بدین که بیان جلو کاخ سفید خیابون 16، کی به کیه، کجا به کجاست. گفت آقا مهم نیست، هر جا خواستن برن. گفتم آقا اصلا این حرفی که شما میزنی خیلی حرف خندداریه، حالا مادرش و داداشم ممکنه یک کم از من دلخور بشن، ولی حرف حقیقت رو میگم، یا حداقل نظرم رو میگم. شما نمیتونی به یه نفر بگی آقا ما نامزدی داریم، عروسی داریم، بگه کجا، بگه واشنگتن تو یکی از این هتلا، بعد طرف بگه کدوم هتل، بگه آقا هر هتلی میخوای برو. تظاهرات هم مثل همونه، جاش کجاست، مکانش کجا، کی، چه کسی اسمی نیست زیر این کاغذ، قابل اعتماد نیست. گفتم بهتون سالها پیش مجاهدین یه تظاهراتی گذاشته بودن اینجا، بعد خانم مریم سولتی، بله اگه اشتباه نکنم نیک سولت، خانم مریم نیک سولت رفته بود تظاهرات، چون گفته بودن که این تظاهرات برای حقوق بشره، برای شکنجه است اینها، نگو که مجاهدین به مردم کلک زده بودن، همه رو آوردن اونجا، بعد خودشون با ماشین و اینها آمدن جلو، عکس خانم مریم رجوی اینها، دعوای بزرگی شد، ویدیو درست کرد خانم مریم نیکسولت، گذاشت اونجا، گفت آخه این شما تظاهرات هم دزدی میکنی مجاهدین، حالا گلدزدی از قبرستان فرانسه پیشکشتون، ولی تظاهرات هم دزدی میکنی. ولادیمیر پوتین گفته که آمریکا قادر است در سطح سیاره مریخ آب مشاهده کند. شما به من بگویید چگونه نمیتوانند مقرهای داعش را در عراق و در سوریه پیدا کنند. این هم از این. و اما دوستمون آقای شهروز لطف کردن دوباره پیام گذاشتن و اجازه بدید ببینم همینه یا این پیام قبلیه. عذر میخوام از شما. آقای سوری درود باشه، درود باشه شما شهروز هستم، میخواستم در ارتباط با این برنامه دومه. نه این این قبلیه که من پخش کردم، بعد از این باز یه پیامی گذاشتن، اگه بتونم پیداش میکنم، و ایشون اون سوالایی که من کردم پاسخ دادن، ولی انقدر من این هفته اولیه که از مسافرت برگشتم کار عقب افتاده بود، خودتون میدونید دو روز که میرید وکیشن یا مسافرت میرید برمیگردید، قد 4 روز باید کار کنید تا تازه برگردید جای اولی، انقدر نامه و بیل و کلنگ و نمیدونم اینها آمده بود، حالا یواش یواش دارم برمیگردم به حال و روز خودم. اجازه بده شهروز جان ببینم که اگر پیام شما رو در قسمت چیز گذاشته باشم، در قسمت برنامه امروز اونجا پخشش کنم. اینجا هست، نمیبینم متاسفانه. حالا لطف کن دوباره زنگ بزن یا یه وقت دیگه با هم صحبت کنیم ببینیم که اوضاع و احوال از چه قرار است و چگونه است. و اما اون رو هم خوندم، ولادیمیر پوتین رو هم خوندم، این ماجیک جک رو هم میخواستیم بخونیم پخش کنیم که نشد. و اما بارها گفتم شعرهایی رو خوندم که طرف میگه که طواف کعبه دل کن که خدا همه جا هست و توی دلت هم هست و اینها، و لازم نیست شما بلند شی بری عربستان، شما بلند شی بری کربلا، اگر به خدا باور داری خدا همه جا هست. گویا دوستان در لرستان، اگه اشتباه نکنم، بله، مردم شریف کوهکیلویه و بویرحمت در یک حرکت نمادین یا نمادین دوتاشو میگن و اعتراضی به آل سعود در یکی از مناطق شهرستان دهدشت یک کعبه ساخته و پول حج رفتن خود را به مستضعفین هدیه کرده و یک حرکت بزرگ ملی برای مقابله با استبداد رو استارت زدن، آغاز کردن. باید آگاه باشیم که در خاطر و در این در حاضر و در این بحره از زمان وقت اتحاد همدلی مخالفت به هر شکل و روشی سرلوحه کار و تلاش فعالیت های ما باشه. خب دیگه بعد شعاره، بذارید این عکس رو هم اگه بتونم من بهتون نشون بدم. بله اینجاست، اوپسی، بله، با یه دوستی صحبت کردم که گویا دارن این باکس های ایگل رو به جای باکس جی ال باکس و اون ایران پراود و جادو اینها رو
راه میندازن و خیلی گویا کاراییش و اینا بهتره. این اون کعبه است. امیدواریم که به زودی افراد زیادی اینجا برن، ولی این کعبه نشه مثل اون کعبه مایه پول درآوردن و به اصطلاح اذیت و آزار. ماجرای این عربستان سعودی و مکه و منا یا هر چیزی اون شهریه که گویا در روز چندم باید برن. گویا امسال تعداد زائرین اونجا حتی نصف بوده، ولی به خاطر اینکه عربستان سعودی چند تا خیابون رو بسته و ما ملت مسلمان وحشی هستیم، رو سر همدیگه راه رفتند و نمیدونم چی شده که این همه کشته داده. من چون از ماجرا خبر ندارم نمیتونم بگم، ولی روی سایت های خبری هست. بعضیا حتی دست اسرائیل رو میگن توی این کار بوده، طبق معمول جمهوری اسلامی این رو میگه. و جالبه آقای مصداقی یه جایی میگه من با یقین میگم، البته من که مطمئن نیستم، من نمیدونم این من که به یقین میگم بعد مطمئن نیستم، من که مستند میگم ولی مطمئن نیستم، اینا غلطه. ولی این دوستان چون تو شور و هیجان صحبت کردن هستن، بعضی چیزها رو همینجوری غلط غلوط میگن، خیلی ها متوجه نمیشن. یه نفر به من زنگ زد، گاه سوربی من یکی از اونایی هستم که از حرفایی که شما میزدید خیلی دلخور میشدم و به هم بر میخورد. مثلا شما راجع به این پاپ فرانسیس یا همین پدر کاتولیک های دنیا گفتید که این اتفاقا از همه بدتره، چون درست زمانی که مردم متوجه بدکاری ها زشتی های مسیحی های کلیسا شدن که به بچه ها تجاوز میکنن، پولای دزدی از زمان جنگ و از هیتلر و از سوئیس و اینا رو جمع کردن، بانک خود همین کلیساها، بانک همین واتیکان چه پولهایی رو به ظلم گرفته و به مردم کمک نمیکنه، شما گفتید این الان آمده که به قول معروف آبی بریزه بر روی اون آتش یا خاکی کنه بر روی اون کثافتکاری که اونها کردن و به من برخورد. ولی حالا میفهمم که دقیقاً شما درست گفتید. از طرفی یه روز به من گفت که چه تفاوتیه بین مجاهدایی که جدا شدن در تلویزیون شما و مجاهدایی که جدا شدن در تلویزیون دیگران. گفتم من متوجه نمیشم. گفت آها، تفاوتش اینه که مجاهدایی که در تلویزیون شما صحبت میکنن همشون میگن ما اشتباه کردیم و الان آمدیم اینجا که به دیگران بگیم تجربیاتمون رو و اونها این اشتباه رو انجام ندن. ضمناً جمعه با آقای محمد کرمی هستیم، از آغاز تأسیس مجاهدین میخوان برای ما یه خلاصه‌ای تعریف کنن. محمد کرمی از در پاریس از فرانسه. بعد گفت که مجاهدینی که تو تلویزیونای دیگه میرن، مجاهدینی که جدا شدن، اولا یک بار نمیگن ما اشتباه کردیم، عذر میخوایم، هنوز هم ادعای این رو دارن که بیشتر از دیگران میفهمن. آقا تو که 30 سال پیش نفهمیدی، رفتی با اینها 20 سال عمرتو تلف کردی، 20 سال برای اینها تبلیغ کردی، منظورش با آقای مصداقی بود، حالا بازم آمدی ادعا میکنی که بیشتر از ما میفهمی، برو آقا دنبال کار و زندگی. در صورت گفتم خب شما بهش بگید، آقای مصداقی که از ما میترسه و جرأت پیدا شدن در تلویزیون مردم رو تا حالا نداشته. و اما شنیدید میگن مثنوی 70 من میشه. همه ما فکر میکنیم که کتاب مثنوی صفحاش بزرگ، 70 من، ای بابا هر یه من 3 کیلوه، یعنی 210 کیلو. کدوم کتاب 210 کیلو؟ من یادم این زیر قرآن یا طاق قرآن یا دروازه قرآن در شیراز میگفتن این بالای کتاب قرآن هست که یه برگش انقدره، همش هم انقدره، یعنی از معجزات اینه که وزنش، وزن یه برگش با وزن همه کتابه یکیه. حالا کی کشیده بود، کی ترازو بود، اینا بمانه. یکی از دوستان برای من نوشته بود که من تا الان نمیدونستم، فکر کنم خانم بهیه جیلانی بود، من تا الان نمیدونستم مثنوی 70 من چیه، فکر میکردم به خاطر طولانی بودن یا وزین بودنشه، ولی یکی از دوستان دیدگاه هم رو با فرستادن این شعر مولوی عوض کرد. حالا من بهتون میگم که چرا میگن مثنوی 70 من. ببینید اینجا بریم سراغ مولوی و مثنوی و بله اینجا
ببینید بشمارید ببینید چند تا من در این هست. من اگر با من نباشم میشوم تنها ترین. کیست با من گر شوم من باشد از من ماترین. یک و دو و سه چهار و پنج تا حالا توی این یه شعر بوده. من نمیدانم کیم من هفتا لیک یک من در من است این نقطا. آن که تکلیف منش با من روشن است. با من روشن است. من اگر از من بپرسم ای من ای من ای همزاد من ای من غمگین من ای من غمگین من در لحظه های شاد من. هرچه از من یا من در من دیده ای مثل من وقتی که با من می شوی خندیده ای. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد. این خیلی قشنگه. هیچ کس با من چنان من مردم آزاری نکرد. این من هم نشست و مثل من کاری نکرد. خلاصه گویا توی این شعر 70 تا من استفاده کرده. کلمه من، نه اون واحد وزن و به اصطلاح واحد اندازه‌گیری من که 3 کیلو بعض جاها میگفتن 6 کیلو بسیاری داره که کی بوده و کی هست. و اما آقای ابوالفضل اردوخانی یکی از نویسندگان طنزنویسی هست که من سالهای سال ایشون رو میشناسم. یکی دو بار هم در تلویزیون مردم باهاشون مصاحبه کردم و یکی از چیزایی که من رو به خودش جلب کرده این آقای ابوالفضل اردوخانی نوشتن مقاله های کوتاه طنز مثل انشا نیست. اتفاقا آقای چالنگی رو میدیدم در باره سازمان ملل توضیح میداد و میگو این سازمان ملل این نشست سالیانش مثل کلاس انشا هست. هر کی میاد هر مزخرفی دلش میخواد میگه و فکر میکنه هرچی بیشتر اونجا وقت تلف کنه بهتره. یادتون میاد که آقای قذافی 5 ساعت، نمیدونم کاسترو انقدر، اون انقدر و همین از نامنظمی سازمان ملل گفته باشین که چرا یک برنامه رو میذارن ولی برای وقتش لیمیت یا اندازه نمیذارن. داستانهای بلند و کوتاه طنز با ابوالفضل اردوخانی. بذارید من این رو یکم اندازش رو برای شما بزرگتر کنم که بتونیم شما هم در منازلتون حالا چه از تلویزیون چه از صفحه کامپیوتر بخونید. و این هست دیگه، داستانهای بلند و کوتاه طنز با ابوالفضل اردوخانی. خدای نامرد. سال گذشته فرهاد دوست دوران نوجوانی و جوانی هم به همراه همسرش پروانه از ایران آمده و 2 ماه مهمان من بودن. جای شما خالی، خیلی خوش گذشت. پس از گشت و گذار در بلژیک، آلمان و هلند رفتیم فرانسه، موزه لوور پاریس. اول به بخش آثار باستانی ایران رفتیم. من با حالتی غمگین گفتم نگاه کن، آثار باستانی ما را دزدیدند آوردند اینجا. لبخند غمگینی زد و گفت اگه نمی آوردند آخوندها می فروختند به عربها و جزء تاریخ تمدن اونها می شد. تازه با پولش هم امامزاده می ساختند که خودش یک منبع درآمد باشه، یا خرج فلسطینی ها می کردن با اینکه اینور اونور دنیا سرمایه گذاری یا اینکه اینور اونور دنیا سرمایه گذاری می کردن. باز خدا پدرشون رو بیامرزه که جای امنی ازشون نگهداری می کنن. از روی دمغی خندیدم، حرف حساب بود و جواب نداشت. گشتیم تا اینکه رسیدیم به لبخند جوکون. گفت زکی این جوکون که میگن همش همینه. رسیدیم به مجسمه ونوس، نگاهی به سرتاپای مجسمه کرد و گفت زکی این ونوس که میگن مظهر زیبایی همش همینه. گفتم چی خیال کرده بودی؟ دلخور شانه‌اش رو بالا انداخت و پاسخم را نداد.
چند روز بعدش پروانه با همسرم رفتن تا بروکسل را بگردن، من هم کبابی به راه انداختم و ماست و خیار و سبزی خوردن و البته شراب ناب فرانسوی هم بود. نشستیم و با هم حال کردیم. فرهاد یه خورده که سرش گرم شده بود گفت خدا خیلی نامرده. گفتم واسه چی؟ گفت اون لبخند جوکوند دیدی؟ گفتم بله. گفت پریزاد دختر حاج حسن دعیوس رو یادت میاد که با لبخندش دنیا رو به خنده وامی داشت؟ ونوس پشمش هم نمیشد. حاجی داداش یعنی فروختش به یکی. خب دیگه از این ماجراها، ولی اینو من عمدن خوندم چون منم وقتی رفتم فرانسه حقیقتش اول یکم دلم گرفت که این همه آثار باستانی ایران اونجا چه کار میکنه، ولی بعد من هم فوری همینو گفتم اگر اونجا نبود میافتاد دست ایرانیایی که از همدیگه کش میرفتند و دزدی میکردن. من یادم در تلویزیون ما تیوی که بودیم یه آقای زنگ زد میگو من پسر تیمسار راد هستم و من وسایل زیر خاکی دارم. و گفتم وسایل زیر خاکی چیه؟ گفت عتیقه رو الان این روزا دیگه میگن زیر خاکی، اگه شما میتونی بفروشی من بیام. گفتم نه من اصلا نمیتونم، نمیخوام و اصلا دست به این چیزا نمیزنم و نخواهم زد. و خجالت آوره که سرمایه عمومی یک مملکتی رو، تاریخش رو، افراد دزدی مثل شما که واقعا هم آرش راد درست میگم آدم دزدی بود، حتی بلیتی هم که ما براش خریده بودیم و اینها پولش بهمون نداد و در رفت. بله بهروز امروز بیکاره، نشسته تو خونه و نوشته که کاکو جون سلام، این مصرع میگویند مثنوی 70 من غزل شود، کاغذ شود. آها این میگن که مثنوی 70 من کاغذ شود، منظور همون من ترازوست. شادزی. خیلی ممنون. ولی دیدید دیگه اون رو برای من خانم بهیه جیلانی فرستاده بود و نوشته بود که منظور اون 70 من وزنی نیست و منظور 70 تا من، کلمه من در اون هست. اینم از این کعبه رو خوندم، مثنوی 70 من مولوی رو خوندم. و اما شما باورتون میشه که در دنیا فقط 9 تا کشور باقی مونده که بانک های فدرال، شما هی بگیم بانک فدرال و اینها، ما فکر میکنیم که واقعا یعنی بانکی که فدرال سرمایه‌شو داره، در صورت سنترال بانک، در صورت که اینجوری نیست. میدونید که این راتشایلد یک به اصطلاح خانواده کلیمی که چه ارز کنم صهیونیستی هست که میشه بگی تقریبا دنیا رو زیر نفوذ و سرمایه خودش داره. اینجا دوستی نوشته که There are only 9 countries left in the world without a Rothschild Central Bank. میگه تنها 9 تا کشور در دنیا باقی مونده که این سنترال بانکشون رو راتشایلد به اصطلاح نتونسته هنوز بخره و دست بذاره. یکی راشا، روسیه، چین، آیسلند، کوبا، سوریه، ایران، ونزوئلا، کره شمالی و مجارستان. حالا دیگه خود شما دنباله این ماجرا رو بخون. یه روز بنویس ببینیم چرا امروز نرفتی سر کار، بارونه یا چیه؟ و دوستان ما دوباره بدون ماشین شدیم. اگر یک کسی ماشینی داره که میخواد از شرش راحت بشه، تو این منطقه هم هست، این ماشینش بده به تلویزیون مردم، ما براش برونیم رانندگی کنیم این برون با. اینم از این. باورتون میشه ما چند سال اینجا هستیم، یه ایرانی این همه ادعا میکنه پول داره، پیدا نشده که مثلا یه نفر زنگ بزنه بگه که من اتفاقا آقای دکتر صمدانی وقتی فوت شد پسرش تماس گرفت و اینا. چون دکتر صمدانی همیشه من میگه سربی وقتی من پولدار بودم پولامو خرج تلویزیونای دیگه کردم، منظورش تلویزیون سکویی و ایران آریایی. میدونی که خیلی از دکترا رو ایشون دکتر کرده بود، گویا شنیدم اون آقای فسفس کیه فتروس اینم دکتراشو ایشون داده. و به منم میگه اگه میخوای به دکترا بدم. گفتم نه آقا دکتر، مگه من مردم مریضن که من دکتر بشم؟ در صورت فکر کردم خب حالا ایشون وقتی میگفت من همیشه لاتاری میخرم که اگه یه وقت لاتاریم برنده بشه یه کمکی به تلویزیون مردم بکنم. وقتی فوت شد پسرش با من تماس گرفت، گفتم حتما میخواد بگه به سوربی پدر من مثلا نوشته که این چند تا کتاب قدیمی رو که دارم بفرستید برای
تلویزیون مردم یا این پولی که در حسابمه شما پسرام که وضعتون خوبه و اینها بفرستید برای فلان سازمان خیریه. متاسفانه ما بی خیر هستیم، خیر تو وجودمون نیست که به دیگران هم کمک کنیم. ما چقدر پول خرج کردیم، این نامه ها و اینها رو درست کردیم، نوشتیم که اگه کامپیوتری دارید به ما بدید، اگه ماشینی دارید به ما بدید، بعد گذاشتیم دیدیم جز مصیبت و مزاحمت و دردسر هیچی نشد، گفتیم نخواستیم. مرا به خیر تو امید نیست، شر نرسان یا مرسان یا مرحمت فرموده ما را همون مس کنید. اینم از این ماجرا. خب و اما آقای آریان پور یک ویدیویی رو برای من فرستاده بودن، پیشرفت حیرت انگیز تکنولوژی بدون کمک مهندسین پرمدعا. خیلی ویدیوی قشنگی بود، نشون میده از توی هلیکوپتر این ستون‌ها و ساختمون‌ها و اینها رو چجوری به جای جرثقیل به اصطلاح با هلیکوپتر این کارو میکنن. سال‌های سال هست، من تا توی این منطقه شنندوها یه جایی هست انقدر درخته که وقتی میخوان خونه بسازن اون وسایل خونه رو با هلیکوپتر میذارن اونجا، یا خونه های پیش ساخته رو با هلیکوپتر یه محیط رو درختاشو کات میکنن، هلیکوپتر میره اونجا، چون اینو نمیتونن رو تریلی بذارن ماشینا رو برن اینها، و استفاده از هلیکوپتر اینها سالهای سال است. ولی ویدیویی به این قشنگی با این کوالیتی یا کیفیت کمتر دیده میشه یا ضبط میشه، ولی متاسفانه ما تا نشون بدیم یوتیوب یقمونو میگیره و اینم یه موزلی شده، نمیدونیم چی کار کنیم. در اصل ممنونم از آقای آریان پور و اون خدای نامرد رو هم از نوشته های آقای ابوالفضل اردوخانی خوندم. و اما عبدالرحیم جعفری که من تا روزی که این رو دیدم نمیدونستم که ایشون مؤسس انتشارات امیر کبیر بوده، درگذشت. 3 اکتبر 11 مهر 1394 عبدالرحیم، توی پرانتز نوشتن تقی جعفری، مالک و بنیانگذار انتشارات امیر کبیر، در سن 96 سالگی در بیمارستانی در تهران درگذشت. آقای جعفری از حدود یک هفته پیش در بیمارستان ایران مهر بستری بود و به گفته نزدیکانش در روزهای گذشته به حالت اغما رفته بود. روانش شاد، یادش گرامی. اونهایی که در کار نشریه هستن، مدیا، رسانه های عمومی هستن، واقعا اینها پولی نمی سازن و اجرشون، دستمزدشون همون رضایتی هست که از اینکه کتابا رو یه عده‌ای میبینن، میگیرن، میخونن، یاد میگیرن، یا روزنامه و تلویزیون و اینها رو مردم ازش استفاده میکنن، اون رضایت رو به اصطلاح اینها رو ارضا میکنه. و از لحاظ مالی معمولا اینها ثروتمندن نیستن. این هم از این. و اما یه عکسی یک نفر از شهبانو انداخته، البته ایشون شهبانو همسر شیخ قطر هست، ولی من نمیدونم وقتی که اونها هم بله کینگ هستن این میشه شهبانو. من یادمه ما هم که بچه بودیم و تو شیراز بودیم، خیلی از این عربا از کشورهای خلیج میومدن شیراز برای جراحی چشم، مخصوصا دکتر خدادوست. بعد خیلی از اینا چون قبلن در زمان رضا شاه پدرانشون از ایران، از منطقه شیراز، از منطقه لار رفته بودن اونجا، حقیقتا نمیشه به اینها گفت عرب، اینها مهاجران ایرانی بودن و همیشه دوست داشتن که باز برگردن ایران، با زنهای ایران ازدواج کنن. حالا اگه این آقا عربه و اینها من نمیدونم، ولی من دارم نظر خودم رو میگم. نوشته این عکس مربوط به خانم النا آنینا بازیگر هالیوودی است، عکس ملکه قطر را برایتان میفرستم. من نمیدونم. بعد یه عکسی فرستادن این پایین، نمیدونم این خانم با موهاش، من فکر نمیکنم ایشون شهبانوی قطر بوده باشه. اینجا بهتون نشون بدم این عکس هم، چون از بلندی چاپ کردن اینجا اینجوریه، و اینم با این لباس نوشته که این شهبانوی قطر هست و اینها. در هر صورت این شهبانوها هم به نظر من نشون میده که اینها شخصیت ندارن، چون اگر یک کسی رو ببینید، یکی از اشکالایی که تو جامعه ما بود به زنها نمیگفتن خانم فلانی،
میگفتن عیال آقای فلانی، یعنی اسم آقا رو میذاشتن رو، یعنی این مثل یک جسمی، مثل یک شیعی بود که متعلق به اون هست. به جای اینکه من اتفاقا بارها اینجا با وجودی که مشکل بوده فامیل من و همسرم چون یکی نیست توی کارهای آمریکایی اشکال داره، ولی بهشون توضیح میدم، میگم ما افتخار میکنیم که وقتی عروسی میکنیم، ازدواج میکنیم، یه دفعه همسرمون ماهیت خودشو از دست نمیده. شما آمریکایی‌ها امروز که ازدواج میکنین میشه همسر اسمیت، فردا طلاق میگیره میشه همسر ویلسون، فردا طلاق میگیره 6 تا 7 تا گواهینامه مختلف داره، با 6 تا 7 تا اسم کوچیکش یکیه، اسم کوچیک، اسم بزرگ، فامیلی نیم، فرست نیم، لاست نیم، همیشه هم لاست نیم اول میگن. در هر صورت اینم از این ماجرا. این شاه بانو یعنی بانوی شاه، این به نظر من چیز مزخرفی بوده، چیز مزخرفی بوده، باید بهش بگن خانم فلانی همسر اون. در صورت این نظر منه، باز شما میتونید نظر خودتون رو داشته باشید. و اما عکس هایی از بچه پولدارهای تهران برامون فرستادن، اجازه بدید من این رو خاموش کنم، بریم روی یک دوربین دیگه ای تا اون رو برای شما نشون بدم، چون من یکی از پروگرام ها رو گذاشته بودم، حالا هی ما بشینیم قصه بخوریم که در ایران، مخصوصا در تهران، ملت گرسنه هستن. از اون بر میبینیم ماشین های اینچنانی، بله اینها میبینید وقتی که یک کسی اینجوری بدنسازی میکنه و ماشین شمینه، یعنی حقیقتا کار به خصوصی هم نداره، از صبح تا از توی باشگاه ها بادی بیلدینگ، بعدم از برنامه های تفریح و ماشیناشون رو به رخ هم بکشن، اینجا میگن کروزین و شو آف، بعدم شب توی کلابا و توی خونه ها و توی زیرزمین هایی که دارن به اصطلاح خوش باشن و هر کاری که دلشون میخواد انجام بدن. اینم یه عکسی با از این استیک گرفتن، از این استیکای چیز معلومه دست اینی که آسینش لخته. بله اینو ببینید عکس ها رو. این آقای اصفهانیه نبود که تو کانادا برنامه درست میکرد رفته ایران؟ اردشیر بود اسمش، چی بود؟ تقریبا این شکلی بود. در صورت گفتم بهتون بفرمایید، توی باشگاه هم میشینن از این داروها قوطی‌ها میخورن که بازوهاشون کلفت بشه و گردنشون کلفت بشه، ولی اگه بگی کمک میکنن به یه انسان ضعیفی، به یه آدم بیپولی، من فکر نمیکنم. این هم خانم شیک با این لباسهای تیتیش مامانی، با کیف حتما 2000 دلاری، و باز هم میبینیم اینهایی که همش فکر میکنن که تمام مردم ایران در گشنگی دارن هلاک میشن، نه، یه سری هستن آقازاده و خانمزاده اینجوری میخورن و میگردن و ماشیناشون هم آنچنانی بوده که شما میبینید، از لمبرگینی گرفته تا پورش و تا ماشینای دیگه که آقای اجلالی بعضن در برنامه هاش میگه. این هم خونه ها و قصرهایی که درهای اتوماتیک و نمیدونم اینجوری داره و الی آخر. این هم چلچراغ شما فقط ببینید. حالا دیگه بعدم این بچه ها که از یکشون سوال کنی این پولا رو از کجا آوردی، من فکر نمی کنم یکیشون بتونه بگه یه روز کار کرده یا اینه دیگه. بله بله، اونم ماشین هامر و جیپ و نمیدونم پورش و بی ام دبلیو. تو ایران میگفتیم بی ام و، دلیلش همین بود که ما به آلمانی میگفتیم، آلمانی به دبلیو میگن و. بله این آقا دیگه از تنبلی روی دوشک بادی نشسته روی استخر و کنار بار استخر، از مشروب گرفته تا نمیدونم خوراکی با قلیون جلوش. اینم این آقا از خودش عکس گرفته داره میپره توی حوض توی استخر. اینم این خانم که داره نمایش میده کیفش و ماشین کانورتبلش رو، اینجا هم کنار دریاز و X4 BMW فکر کنم، بله این یکی بنزه، این یکی فولکس واگنه، ولی نه این فولکس واگن های ارزون معمولی، باز دوباره BMW یا BMW. این پورش، اینم گل ها رو ببینید چجوری
به زور چپوندن توی صندوق عقب این، اینم این خانم با لاک های هر انگشتش یه شکل و یه رنگ، اینم این دوتا و بله. اینا هم رفتن اسکی، اینم نمیدونم پورش طلاییه، بی ام وی طلاییه، درست مثل بچه عرب های پولدار که متاسفانه به جای انسان دوستی و هم نوع دوستی به فکر جراحی های دماغ و چی میگن این چونه و جاهای دیگه باشن. این هم از ماجرایی که در ایران هست. و وقتی من به شما میگم من و ایران، من و شما دیگه الان شناختی به اون صورت از ایران نداریم، خیلی ناراحت نشیم. میگه که سعید نوشته: من مطمئن هستم که برنامه های سازمان آوا یا این کلیپ پدر و مادرانی که رفتن اشرف و با ناراحتی برمیگردند را آقای فیلابی و دیگر هواداران دیگه که شما اسمشون رو میدانید و میآورید، این برنامه ها رو میبینند، این ویدیوها رو میبینند. سوال من این است: آیا اینها به خودشان زحمت میدهند زنگ بزنند سوال کنند که این حوادث واقعیت داره، یا اینکه جواب منطقی برای مردم داشته باشند، یا سرشون رو زیر برف میکنند؟ چرا یکی از اینها نمیره از نزدیک ببینه، البته بدون محافظ، و با اینها دیدن کنه، بعدش بیاد برای ما تعریف کنه کجای این حرف ها دروغه؟ چطور اینها یک شب از وفاداران به مزدوران تبدیل میشن؟ با اینکه اینها همه دستشون آلوده است، اینها که ادعا میکنن عمرشون و داراییشون رو و هستیشون رو برای این سازمان گذاشته، آیا ارزش نداره ببینن زندگیشون رو فدای چه کسی کردن؟ این کار را برای ما نکنن، برای خودشون بکنن. اگر من زندگیم را روی یک هدفی، روی یک سازمانی گذاشتم، حتما میخوام از همه چیزش سر در بیارم، وگرنه اینها هم دارن خودشون رو گول میزنن یا راهی رفتن که خجالت میکشن بگن اشتباه کردن. این رو من مدتها پیش به مهرداد همشهریم گفتم: آقا من حاضرم با خرج خودم بیایم من و تو بریم عراق، یه دوربینم ببریم با مردم اونجا با اعضا صحبت کنیم. اینا فوری جواب میدن، میگن آقا ما که مجاهد نیستیم، ما فقط هواداریم. یعنی این رو قشنگ آموزششون دادن. همین آقای فیلابی هم تا یه حرفی بهش میزنی وای میسه، تا اونجایی که میتونه دفاع میکنه، ولی اونجایی که کم میاره میگه من خاک بر سر من که مجاهد نیستم، ای کاش بودم، من یک هوادار ساده هستم. اینم یه سری عکسایی که چند تا از دوستان برای من فرستادن. این نشون میده آقای ولادیمیر پوتین، رئیس جمهور آمریکا، که مأمور سازمان چیزم بوده دیگه، چیه، سازمان امنیتی روسیه، و عکسش موقعی که آمده اینجا با گورباچوف و دیدار ریگان هست. بله، میگه که این فرشته عدل و عدالت رو میبینید که چگونه به اصطلاح کشیده پایین و اسلحه بر سرش که هر جوری که ما میخوایم شما قضاوت کن. و اما این هم سوریه که سوار بر دوش صدر اعظم آلمان هستند و شریعه ببخشید خوندم سوریه، میگه که این رو هم اینجوری به اصطلاح اسیر کردن، شریعه، کتاب قرآن و زنا هم اونجوری در بند و اسارت، ولی روی دوش این مرکل صدر اعظم آلمان هستن. و دیگه میبینید که این چشمان بسته و به اصطلاح شمشیر و ترازو کاری انجام نمیده. و این هم ایران که جرثقیل و میدون آزادی و یک به اصطلاح پاسدار، ولی این از شکل پاسدار نیست، این شکل نظامی، شما شکل شهربانی کشیدید، با یه آخوند شاهد حلق‌آویز شدن فرشته عدل و عدالت و هستند و اونجا وایستدن. و این هم در یونان که باز مردم یا اون فرشته عدالت به گدایی افتاده و کورپریشن‌ها یا اون کشورهای اروپایی دیگه دارن به اینها صدقه میدن. و این هم چینا یا چین خودمون که
فرشته عدالت در حال مونتاژ یا ساختن این ترازوهای عدالت هست که بفروشند به کشورهای دیگه. این هم کره شمالی که رهبر دیوانه جوانش با توپ و تانک ببینید که از نزدیک زده این ترازو رو، به اصطلاح داغون کرده، و کسی که عموی خودش و فامیل خودش رو جلوی توپ و تانک بذاره دیگه فرشته عدالت رو که نگو و نپرس. و این هم سوریه که میبینید که فرشته عدالت رو آقای بشار اسد به اصطلاح داره بهش تجاوز میکنه، از این ورم این نیروهای اسلامی سر اون رو بریدن، یا نیروهایی که طرفدار نمیدونم، چون یه سری از این نیروها رو آمریکا فرستاده اونجا. و دیشب هم یا پریشب هم آقای جان مکین در برنامه استیون کولبر میگفت که اینها رو ما آموزش دادیم. و این هم آمریکا که فرشته عدالتش هواپیماهای جنگیه، در یک بالش ترازو، در یک بالش شمشیر، و از اون برم داره موشک میریزه به سر مردم. و این یکی دیگه بریتانیای کبیر یا یونایتد کینگدم هست که ملکه الیزابت به اصطلاح تاج رو سرش گذاشته، خیلی شیک و منظم، و این خانم پیرترین، یعنی زمان بیشترین زمان رو تا حالا داشته که ملکه بوده. این دستش ترازوی عدالت، این دستش هم شمشیر، ولی چشم بسته داره روی فرش قرمز جلو میره. و اما این هم ترکیه، آقای اردوغان و فرشته عدالت رو داره میزنه که ترازو و شمشیر از دست فرشته عدالت به گوشه‌ای پرت شده. و اما برزیل به خاطر بازی‌های فوتبال و اینها این فرشته عدالت رو کردن میله دروازه فوتبال. و اما فرانسه این رو هم مجسمه کردن، چون میدونید فرانسه پر از مجسمه است. هر کجایی که میرید به اصطلاح هر ساختمانی رو که نگاه میکنید یه 30-40 تایی حداقل مجسمه روش هست. این هم آذربایجان که کار راحت کرده و فرشته عدالت رو انداخته در زندان انفرادی. و اما این دیگه کجاست؟ پنگوئنلاندیا. این از سرزمین پنگوئن ها که یه پنگوئن، این پنگوئن ها مثل آخونده ها میمونه لباسشون یا شکل و قیافشون. دوستان عزیز بریم دو تا آگهی خیلی کوتاه و نقلی با هم ببینیم و برگردیم برنامه ها رو پی بگیریم. در آخر برنامه امروز صحبت های اون دوست و اون بانوی عزیزی که از همین منطقه پیغام گذاشته براتون پخش میکنم. لطف کنید با دقت توجه کنید. اگر شما در رابطه با صحبت های ایشون موافق، مخالف، میخواین صحبتی کنید، با شماره تلفن های ما 202-695-2573 یا 703-957-6150 تماس بگیرید، پیام بذارید. پیام های شما روز جمعه با به اتفاق نظر خود من درباره مسیجی که ایشون گذاشته، یا اگه بتونیم نظر آقای آریانپور رو هم درباره اینکه این خانم صحبت میکنه در رابطه با دختر تیمسار جهانبانی و راننده تاکسی و چرا ما فقط شاه رو مسئول میدونیم، همه اینها رو میتونیم نظراتون رو بگیم. من فکر کنم تلویزیون مردم، نمیخوام بگم بهترین، ولی میتونم بگم یکی از بهترین جاهایی هست که آزادانه به همه اجازه میده بیان حرف بزنن، حتی اونایی که نظرشون مخالف من هست، حتی مخالف شخصی خود من هستن. آگهی رو ببینیم و برگردیم. مرسی. سی و دو سال سابقه کار در آمریکا، لایسنس، باند، بیمه، کهن خانه خیش پیراستن، به از خانه اجاره‌ای نشستن. خانه کهنه و قدیمی خود را توسط پتروس هندیمن به خانه شیک و دلخواه مبدل سازید. انجام کلیه کارهای ساختمان، لوله کشی، نجاری، نقاشی، کاشیکاری، برق و غیره. پتروس هندیمن به 3 زبان فارسی، ارمنی و انگلیسی صحبت می کند. ساعت کار 7 روز هفته از 7 صبح تا 7 شب پتروس در خدمت شماست. شماره تلفن 818-209-6052. ایشون نوشته که عضو 08 ایرانیان هست. ضمناً از پذیرش و انجام کار در بیورلی هیلز معذوریم.
دفتر حقوقی لطیف زمانی. کارهای حقوقی خود را با اطمینان خاطر به ما بسپارید. لطیف زمانی، بهترین مشاور و همراه شما. ثبت شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق قوانین و مقررات انگلستان. پذیرش نمایندگی برای شرکت ها و مؤسسات تجاری از هر نقطه جهان. اخذ ویزای دانشجویی، تنظیم قراردادهای تجاری، رفع مشکلات اعتباری، دریافت ویزای سرمایه گذاری و تجاری، تهیه و ارسال اقلام مورد نیاز شرکت ها و مؤسسات تجاری طبق مقررات انگلستان. موبایل 0795821111. لطیف زمانی، غیر ممکن را ممکن می سازد. خب دوستان عزیز، سلام مجدد خدمت شما. ممنونم که تا این لحظه با ما بودید. امیدوارم تا آخر این برنامه و برنامه‌های دیگه هم با ما باشید. بهروز نوشته آقا من سر کار هستم، کامپیوترم همراهمه، کامپیوترم رو گذاشتم اینجا، دارم حرفای تو رو گوش میدم، کارم هم انجام میدم. گفتم خدا رو شکر، چون اگه فردا بیاد بگه به خاطر کارت، به خاطر برنامه تو من مجبور شدم یکی دو ساعت کار نکنم و باید تو پولشو بدی، اونم با این پولی که این در میاره، من که نمیتونم افورد کنم. گفتم آقا همون کارت انجام بده، ما رو هم با صدا داشته باش، ولی لطف کن برای من بیل و کلنگ ارسال نکن که I cannot afford you. یعنی من از پس این قیمت تو بر نمیام، قیمتت خیلی زیاده. خب این از این ماجرا. بریم سراغ برنامه های امروز و همونجور اون 15 دقیقه رو ما نگه داریم برای آخر برنامه امروز. ببینم چی براتون دارم. عبدالرحیم جعفری، مؤسس انتشارات امیرکبیر رو گفتم که درگذشته، روان شاد. عکس‌های جدید از بچه‌های پولدار رو براتون فرستادم. صحبت‌های نوشت نظر سعید رو گفتم. نظر شما رو آقا سعید من برای مهردادم فرستادم. دوباره یه مش از همون شعارهایی که عین بی بی توتی اینها تکرار میکنن برای من نوشت. آقا از شما میگم آقا این چیزی که این دوستون میگه چیکار داره با اون مزخرفاتی که تو میگی؟ ولی دیگه اینها رفتن تو یک حالتی که اصلا نمیشه بهشون دست زد. عکس‌های مختلف رو هم دیدیم. و اما I am a Jewish Iranian American in favor of the nuclear deal نوشته، و دای کوروش هم برای ما این رو فرستاده که یه نفر نوشته که من یک کلیمی هستم. دوستان وقتی میخواین از یکی سوال کنید که آیا کلیمی هست و یا نیست، بهش نگید Are you a Jew، باید از بپرسید Are you Jewish، چون وقتی به یه نفر میگی Are you a Jew، این هم تقصیر خودشونه. فوری اینها بد برداشت میکنن که شما منظورت اینه که آقا انقدر خسیس هستی و چیز به خاطر اینه که کلیمی هستی. ولی اگه بهش بگی Are you Jewish، یعنی آیا مذهب شما کلیمی هست، نصیحت بهتر اینه که اصلا از کسی نپرسید تا خودش بهتون بگه. اینجا نوشته I am، بذارید ببینم اینجا میبینید شما، I am a Jewish Iranian American in favor of the nuclear deal. میگه من یک ایرانی آمریکایی کلیمی هستم که طرفدار و حامی این قرارداد یا تفاهم بین ایران و آمریکا هستم. نوشته که raised in Tehran، یعنی در تهران بزرگ شدم. Educated in the US، در آمریکا درس خوندم. نازی معینیان، loyalty have long been divided by global events. Diplomacy she argues is only way. بله، میگه که این اختلافی که افتاده فقط دیپلماسی هست، یعنی همون بحث و صحبت کردن که میتونه ماها رو دوباره با ایران و آمریکا رو به صورت دو تا کشور دوست و مردمش رو هم از این دردسرهایی که تا حالا
میلیون ها میلیارد ها دلار ضرر دادیم به اصطلاح نجات بده. اگه کسی هم این مقاله رو میخواد بگه تا من براش بفرستم. اجازه بدید ما این رو بذاریم روی آتوپایلوت که شماره اینها رو اتوماتیک نشون بده و بریم سراغ مقاله های دیگه. این رو یک کمی تر تمیز کنیم امروز و ساعت 3:30 هم بریم سراغ اون پیام دوستمون. از دوستمون هم خواهش میکنیم که اگر مایل هستن این پیام ها رو به صورت هفتگی به صورت برنامه‌ای در بیارن، نیم ساعت و اینها، این کار رو انجام بدن. اگر لطف کنن بابت این ایر تایم، بابت این وقت هم، یک هم وقتی که تلف میکنیم روی ایر، هم وقتی که من میذارم اینو ادیت میکنم، یک مقداری حمایت کنید تلویزیون مردم رو. ضمناً من روزی که باز بتونم با آقای اوسانلو صحبت کنم در مورد این که ایشون شعارگونه هی میگفت تلویزیونایی که برای پول هستن فایده ندارن اینها، میخوام بگم آقا شما نمیتونی بگی آقای اوسانلو که برای پول رفته کارگر اتوبوس واحد شده این فایده نداره، باید یه نفر که پول نمیگیره بره. آقا پول باید داشته باشه، زندگیشو بگذرونه، پول بیشتری هم اعضای سندیکا باید بهش بدن این فعالیت کنه. چرا شما به تلویزیون‌ها که میرسه همین موزلتون همینه آقای اوسانلو که میرید اون وقت آقای ایران آریایی، تلویزیون ایران آریایی چون ازتون پول نمیگیره بهتون برنامه میده ولی بهتون میگه که باید بگی جاوید شاه جاوید شاه، اگرم نگفتی برنامه‌تون نیم ساعت قبل از برنامه قطع می‌کنید. به جای اینکه مستقل باشید پول برنامه‌تون رو بدید. ما پولی هم نخواستیم، ما میگیم آقا این چراغی که اینجا روشنه، کامپیوتری که روشنه، اینترنتی که روشنه، باید هزینه بدیم. بارها گفتم آقای اوسانلوی عزیز شما میگی من توی شرکت واحد بودی، راننده واحد بودی یا اتوبوس واحد، هرچی، حالا اتوبوس واحد که بلیتش 2000 بود، 5000 بود، هرچی بود، الان هرچی شده ارزون بود، به خاطر این بود که دولت بهش کمک میداد، یارانه میداد، یا اینجا میگن سبسیدایز یا سوبسید خودمون که تو ایران میگفتیم. منی که میام میگم آقا من دوست دارم شما ایرانی ها رو، دلم به حال خودمون که معلم بودیم میسوزه، این ماشین رو خریدم، خودم هم راننده خوبی هستم. اون روز این دوستمون میگه آقا تو و همسرت پولی که در عرض 6 ماه میدید از یه ماه یه نفر که یه ماشین داره کمتره. گفتم آقا دقت کردیم، تصادف نکردیم، وحشی بازی در نیاوردیم، حاصل 30 سال رانندگی، 35 سال رانندگی رو داریم حالا میگیریم. در هر صورت من اگه به شما بگم آقای اوسانلو من یه ماشین دارم، این رو وقف حرکت ها و جنبش ها کردم، خودم هم وقف جنبش ها و حرکت ها، و چون میام اینجا نمیرم مسافر کشی کنم، درآمدی ندارم، شما و دوستانتون لطف کنید پول بنزین رو بدید، این حرف بدیه یا اجحاف شده یا این تلویزیونه برای پول کار میکنه؟ آخه همین کارا رو کردیم که به اینجا رسیدیم، بعدم میشینیم میگیم که چرا خمینی رو از این اون پول گرفت. اون فهمید که آقا باید به این پول داد تا فردا بیاد، و الا فردا که زنگ میزنی میگه اوکی میام، بعدم نمیاد، تو بارون، تو گرما، تو سرما شما رو نگه میداره، شما هم که زنگ زدی به خانمش به بچهش میگی که بگو سربی مریضه، حتما این بلا سرتون اومده. که طرف وقتی آمده گفته آقا مردم از بس ماشینم رو بردم، خودم هم رفتم، بنزینم زدم، نهارم دادم، بعدم آشغال ریختم، پوست تخمه و اینا تو ماشین رفتن. باید یه جایی شروع کنیم، یه جایی عوض کنیم. یک چیزی رو یه نفر نوشته بود که یه پسری میخواست بازی کنه، باباش داشت روزنامه میخوند و هی پسره نق زد که بابا کی میریم بازی کنیم بیرون و اینها. باباش یه صفحه کاغذی رو که نقشه دنیا بود گرفت، داد به بچه، پاره کرد اینجوری تیک تیکی کرد مثل پازل، گفت هر وقت اینو درست کردی میریم بیرون بازی. پسره در عرض 2 دقیقه درستش کرد. ازش پرسید تو چجوری اینو درست کردی؟ گفت من اون ورش نگاه کردم، عکس آدمها بود، آدمها رو چسبوندم به هم، آدمها رو درست کردم، دنیا درست شد. آقای اوسانلو ما باید خودمون رو درست کنیم. این آقای بهرام آبتین که میاد یه جایی پول نمیده، میخواد مجانی باشه،
اولش ادعا میکنه من این همه پول دارم، این همه پول دادم اونجا، بعد روزی که پول نمیده برنامهش قطع میشه میره میگه این جمهوری اسلامیه، شما به این شخص اطمینان میکنی؟ این آقایی که میخواد بیاد جلو تلویزیون شما که داری حرف میزنی هی داره سیویلش رو چرب میکنه و چرب میکنه، یه اصلا به فکر ایرانه؟ شما وقت خودت رو داری تلف میکنی. به منم نصیحت میکنی میگی که اینجا میگن پریجدیست، این پریجدیست همون از کلمه پریجاج میاد که یعنی زود قضاوت، پیش قضاوت نکنیم. آقا ما این کارو نکردیم، پیش قضاوتی نمی کنیم، ما بعد از وقوع ماجرا قضاوت کردیم، وقتی پولمونو خوردن دزدیدن بردن، حالا حق داریم بگیم دزدن اینها؟ حق داریم بگن بردن؟ یا شما میگی نه بازم خوب فکر کن؟ خب بس دیگه در خونه رو باز بذاریم بیان همه قالی و مالی هم بردارن برن، بازم بگیم آقا انشالله که گربه است؟ نه عزیز من، اگه اینها آدم درستی بودن این زیر پای محسن رضایی اونجا نمیشست. بعدم بگی خب من نماینده لورها بودم، بعد مردم تماس میگیرن میگن آقا کی اینو نماینده قبول کرده؟ اصلا انتخاباتی در ایران انجام میشه که درست باشه که این نماینده ما باشه؟ آقای منصور رساندو اگر تحمل انتقاد داری هفته آینده وقتی که این برنامه های 13 تا 17 مهر تموم شد بیاین بشینیم با هم صحبت کنیم، که من از شما بپرسم آیا این که شماها اینجوری آمدید خارج، دوستانی که میگن شماها رو آسون گذاشتن بیان بیرون، شما گفتید که از مرز فرار کردید و اینجور و اونجور و اینها، ولی بعضی ها میگن آقا چجوریه این زندانی که اینجوری مهیبه، این زندانی که اینجوریه، طرف میگه من حکم اعدام داشتم حالا اومدم بیرون، اون میگه من ابد بودم حالا اومدم بیرون، اون میگه من فرار کردم اومدم بیرون، آقای تبرزدی میگه من اومدم نمیدونم یه مرخصی گفتم حالا اومدم یه زنی هم بگیرم و برم، آخه نمیخونه، نمیدونم. عکس‌های دیده نشده ایران قدیم از کتابخانه دیجیتال بریتانیا. بازم صد رحمت به این بریتانیا که این عکس ها رو نگه داشته که من و شما هم ببینیم. و بله این از این، اینم عکس ها نشون میده اصلا معلومه که توی چیزهای قدیمی هست، کتاب های قدیمی. بذارید براتون این رو بزرگترش کنم، عذر میخوام، اینا هر کدومش یه سایزی هست، ما اگه میتونستیم همه اینا رو مثلا 800-600 کنیم یا 400-300 کنیم اینها، این مشکل رفع میشد، ولی هر کدومش از هر کسی میاد یک سایز و یک اندازه به خصوصی هست. این گویا اولین دوچرخه بوده که در ایران و در تهران بوده، از اون دوچرخه‌ای که چرخ جلوش بزرگ بوده و چرخ عقبش کوچیک و زنجیر و اینها هم نداشته. و بله اینجا نوشته بیشتر عکسایی که از زنان در عهد قاجار دیده ایم آنها را فربه و زشت و از ریخت افتاده نشان میدهند، اما همه زنان ایرانی آنطور نبودند. اون زنهای دربار بودند، سیبیل داشتند. بله رسانه های انگلیس سال هاست که از نام های جعلی برای خلیج فارس استفاده میکنند، اما در کتابخانه های خودشان اسناد چیز دیگری میگویند. دقت کنید به این نقشه که نوشته پرژن گلف. دوستان شما فکر کنید اگه آقای رضا شاه اسم پرژیا رو نکرده بود ایران، کسی اصلا جرأت این که بگه خلیج عربی یا چیز رو پیدا میکرد یا نه؟ اینم از این ماجرا. خب بله بعد اینجا ببینید نوشته عربیان گلف. خب بعضی ها میگن که تعداد کشورهایی که هم کنار این خلیج هستن اونها هم عرب هستن، این ور ما میگیم پرژن گلف، اون ور اونها میگن عربیان گلف. حتی شاه هم به مایک والاس گفت مگه تو دانشگاه نرفتی؟ مگه تو درس نخوندی؟ گفت چرا؟ گفت توی کتاباتون چی نوشته بود؟ گفت نوشته بود پرژن گلف، خلیج فارس. گفت خب پس چرا اینجا نمیگی خلیج فارس؟ حالا این دوستمون گفته که بابا شاه تنها نبود. خب شاه یه کارای خوبی هم کرد، ما که دیوانه نیستیم که، قبول داریم کارای خوب وظیفه هر کسیه، کار بد رو باید ایراد بگیری. نمیشه شما بگی آقا چون سربی هر روز آمده سر کارش کار خوب انجام داده، حالا امروز آمده این گاو صندوق رو برداشت رفته، آقا حالا ولش کن دیگه، شما چرا این حقت گیر میدی یا کشش نده؟ شما میشه خامنه‌ای؟ میرزا رضای کرمانی قاتل ناصرالدین شاه
قاجار میبینید که چجوری به قل و زنجیر بستنش و موسیقی نوارهای موسیقی نوازهای ایرانی موسیقی نوازهای ایرانی که عرقشون و شرابشون هم جلوشونه نوش جونشون خیلی قشنگ توی این شیشه های قدیمی که کنیاک یا مشروب رو میریختن که هوا بخوره، اینجا میگن برید نفس بکش. عکس بی نظیری از بازار رشت. و اما این پایین نوشته که Persian women in outdoor، بله میگه زنهای ایرانی در خارج از منزل. و این هم نمیدونم میرور سلطنه کیه دیگه، الان To the party of the shahs اندرون یا این چیز. بله این عکس‌ها هم گویا از کتابخانه انگلستان. یه دوستی از آقای مجید، الان فامیلش یادم رفته، ایشون محقق هست و در انگلستان زندگی میکنه. قبلا هم من با ایشون مصاحبه کردم، حالا اگه فرصتی بشه یه بار دیگه باز با ایشون باشیم. این هم زن ارمنی و کودکانش. این پایین هم یک زن دیگه هست که داره قلیون رو حالا یا میبره برای همسرش یا برای خودش. پایپ بیکر یا بیکر یا بریر، آها این کسی که قلیون میاره برای اونها. این هم این خانم که سر رو همه جاش پوشونده ولی لنگ و پاچه رو لخت گذاشته جلو عکاس. این درویش تهرانی خوشتیپ به نظر میرسد. بله بسیار خوشتیپ بوده برای اون دور زمان. این هم خانز سموکینگ، خانه ها نشستن قلیون میکشن، قلیونشون هم زل و زنگوله و منگوله داره. این پایین هم ببینیم کیا هستن، دراویش هستن اور محمدن مانکس، محمدن مانکس، این هم دارن مانکس به همون دراویش هستن. لیدیز ویوینگ راک میگه که زنان قالیباف. و این هم پانیشمنت بای هنگینگ، به اصطلاح اجرای حکم اعدام. اعدام که نه، این چی میشه آویزون کردن از پا دیگه. آها پانیشمنت بای هنگینگ، حالا نمیدونم اینا که از پا آویزون میکردن میمردن یا چند ساعت نگهش میداشتن میآوردنشون پایین. پریزن سنس، این هم زندان و قل و زنجیر. این هم سپایس سلر، همون عطاری که میبینید داره با اون ترازوی دقیقش چیز میکنه. و کریستیان گر، این هم زنهای دختران ارمنی که دارن آب میبرن به ارثن جارز، این ارثن جارز نمیدونم توی چیزهای مخصوصی ظرفهای مخصوصی دارن میبرن. خب این هم داره نخ میریسه، ایشون هم داره تار میزنه. پرژن پلینگ on the tar، تاباکو پلانتیشن، مزرعه تنباکو. و این هم تنبیه، فلک میگفتن، فلک نمیدونم چرا اسمشو فلک میگفتن، لابد فلک چی میگن آسمون خدا به نظرت میومده. پا رو میبستن به چوب و میبینید که چه چوبایی هم دست اونا هست، اونا هم میزدن. و اما این هم یک کرسی هست که سیستم گرم کننده اون موقع بوده، یه جورایی هم همه از دود زغال و اینها گیج میشدن، منگ میشدن، میخوابیدن. این هم گاوایی که باهاش شخم میزدن، plowing with two buffalo، و گاوای بزرگ قوی رو اینجا بافالو میگن. رستوران، این هم یه رستوران بوده، یه قهوه خونه بوده اون موقع. و این هم عطاری دوباره، grocery store، فروشگاه به اصطلاح بقالی. این هم آقا کمونچه میزنه، ما وقتا به اینا میگفتیم قاری سوراخ کن، چون این میله رو که میذاشت بعدش اونجا جاش رو قالی میموند. پرژن پلینگ آن ده کمانچه، هم اون بود که دیدید. این برای این خانمه چیزی ننوشته، این عکس توضیحی نداره. این عکس ها هم زیباست آدم ببینه و با کشور خودش اون موقعی که من و شما نبودیم آشنا بشه و ببینی که چه دوره‌ای بوده. این هم باز یه درویش یا
همون درویش که اگه اینجا بود فوری به جای جیزس عیسی مسیح غالبش میکردن. این هم بازار و دکه و اینها، کاروانسرا، این هم این بانوی زیبا نوشته ایندور کاستوم آف پرژن ومن، لباس زنها در داخل منزل و در داخل به اصطلاح خونه اینجوری می لباس پوشیدن. این هم پرژن وادر کریر، این هم کسی که سقا آب می آورده یا آب می فروخته به مردم، یا بعضی ها حتی برای خیر و اینها آب می دادن به مردم. و اما این example of Persian work in brass، این هم میگه کارهای آثار دستی که خیلی قشنگ از برونز یا نقره و مس و اینها که هنوز تا هنوز هم توی اصفهان مخصوصا هست. و این هم تعزیه میرزا غلام، نمیدونم این بالایی چیه، ماونت دماوند، این عکسی هست از کوه دماوند که میبینید گویا اونجا همیشه برف در اون نوکش هست. و اما تعزیه میرزا غلام حسین در هیئت حضرت عباس، اینم تعزیه خانی و لباسهای مخصوصی که میپوشیدن. و فکر کنم بس باشه دیگه، بیش از این خسته کننده میشه. اگر خواستید اینا رو تا یکی دو روز آینده میتونید بخواین و منم براتون بفرستم، ولی وقتی که دیگه خیلی گذشت دیگه نگید آقا من دارم یه ویدیویی رو مال 6 سال پیش میبینم، شما یه چیزی نشون دادید اونو برای من لطف کن بفرست، دیگه اونجا لطف ما فایده نداره و به جایی نمیرسه. اینم از این. خب ببینم یکی دو تا یا دیگه بس کنیم، همینجا بس، بریم پیام اون دوستمون رو بشنویم. فقط باید به من یک دقیقه فرصت بدید تا به جای برنامه لایو اون پیام ایشون رو شروع کنم. حتما این پیام رو بشنوید، نظراتتون رو چه با ایمیل، چه روی فیسبوک، چه با پیام تلفنی بگید، تا اون دوستمونم ببینه که وقتی یه پیام میذارن مردم میشنون، ریاکشن یعنی عکس العمل نشون میدن، براشون مهمه و تماس میگیرن. شما هم اگه بخواید برنامه داشته باشید در تلویزیون مردم، آزاد آزاد آزاد، هیچ کی به شما نمیگه چی بگو چی نگو، میتونید برنامه داشته باشید. ولی شما نمیتونید بیان بگید آقای فلانی دزده. اگر مدرک دادگاه رو بیاری که بردیش دادگاه، دادگاه گفته بله این دزده، میتونی بیاری تو تلویزیون نشون بدی، بگی تو فرفکس هم هست، همینجوری که آقای احمد علی مسعود انصاری مدارک خودش رو، رضا پهلوی رو آورده نشون داده توی این تلویزیون، توی کتابم گذاشته با وجودی که خودش محکوم شده. ولی به اینا میگن پابلیک ریکورد، یعنی چیزایی که در دسترس عموم قرار میگیره. ولی شما به من زنگ بزنید آقا من رفتم یه جایی نمیدونم پول دادم به من ماشین نیاورده بده، به من مربوط نیست، برو دادگاه. اگه رفتی دادگاه حکمشو بیار تو تلویزیون بگو. یه کمی این چیزها رو یاد بگیریم. همونجوری که گفتم پسره گفت چی؟ گفت من آدما رو درست کردم دنیا درست شد. همون روزنامه‌ای که عکسش پشتش عکسی یه سری آدم بودن، این ورش نقشه دنیا بود. بابای فکر کرد این خیلی مشکله، تیک تیکش کرد، گفت این پازل رو بچسبون. پسر فوری آمد گفت درست کردم، ببریم بازی. گفت چجوری؟ گفت من آدم ها رو درست کردم دنیا که این ورش بود درست شد. از خودمون اگر آدم هستیم، انسان هستیم، شروع کنیم درست بشیم، دنیا درست میشه. هیچ کسی نمیتونه بیاد به ما زور بگه، چه شاه باشه، چه شیخ باشه، چه سرهنگ باشه، چه جنرال باشه، تیمسار باشه، هرچی. از اینکه با ما بودید بسیار ممنونم، روز و روزگار خوبی براتون آرزو میکنم. جمعه برنامه ما از 2 بعد از ظهر، از 12 ظهر شروع میشه با کانون آوا و آقای محمد کرمی، 2 بعد از ظهر من با شما هستم، 4 بعد از ظهر آقای ارشاد. برای من ویدیو رو فرستادن، چون این ماه محرم گویا ایشون مشغول هست تو ایران و اینها، ویدیویی که فرستادن یک بحث و مناظره‌ای هست که با یک بهایی در پلتاک انجام دادن. شما رو دعوت میکنم که جمعه هم با ما باشید. بیشتر از اون از شما خواهش میکنم تلویزیون مردم رو به دیگران معرفی کنید. امروز 7 روز ماه اکتبره، اگر حمایت میکنید تلویزیون مردم رو، هی نگید فردا 15 آخر ماه، همین امروز حمایت کنید و عادت کنیم آقای اوسانلو این دندون مفتخاری رو بکشیم بندازیم دور، برای چیزی که میخوایم هزینه بدیم،
شما که توی نیویورک زندگی میکنی میدونی آمریکا میگن حتی freedom is not free، آزادی مجانی نیست. مرسی. این یه دقیقه شما این برنامه صلح با مردم رو ببینید، بعدش اون برنامه بانویی که لطف کردن و زنگ زدن و تماس گرفتن. من تا زمانی که خود ایشون اسم و فامیلش نگه تو برنامه ها من نمیگم، ولی این که پخش میکنم اگه یه چیزی بگه توهینی باشه به یه کسی، شکایتی باشه، اگه کسی بیاد دنبالش، بنده ایشون رو میشناسم، شماره تلفنش رو میدونم، آدرسش رو میدونم، و یعنی شخص حقیقی و حقوقیه، نه اینکه نوشته باشه صدای مردمی سام امینی آقای فلانی. میگم آقا شما حاضری بیای تو اسکایپ حرف بزنی؟ میگی نه آقا. پس ببخشید، خفیش رو برو دنبال کارت. مرسی، با ما باشید و برنامه رو ادامه میدیم. مرسی. سلام بر شما تلویزیون مردم، بینندگان شما و شنوندگان شما، مخصوصا در درجه اول در داخل ایران و خارج و هر کجای دنیا که هموطنان من هستند. با این تلویزیون اخیرا آشنا شدم، کمتر عادت داشتم به این تلویزیون ها گوش بدم. به هر حال همه زحمت خودشونه میکشن، ولی من چون تقریبا در همین منطقه زندگی میکنم، پس دسترسی من به اینجا آسون تره. ولی اولین باره که تقریبا با یک تلویزیونی به این شکل صحبت میکنم. برنامه هاتون برای من جالب و تقریبا در حد خودش منطقی به نظر میاد، ولی همه ماها شاه رو، و این در تلویزیون شما هم این تکرار میشه، یک نفر آدم رو مقصر میدونیم برای همه اتفاقاتی که افتاده. من به عنوان یک زن که در اون مملکت از دوران نوجوانی کار کردم، درس خوندم، رشد کردم، بزرگ شدم و الان در جای دیگه زندگی می کنم. نه علت اینم که از خودم باید کمی صحبت کنم، من نه هیچ دختر کسی بودم، نه شرایط زندگیم طوری بوده که چیزی رو کسی برای من مهیا کرده باشه. هر مدرک و هر درسی خوندم و به هر دانشگاهی که رفتم در همون رژیم بود و با زحمت خودم و خانواده کوچیکی که در شهرستان بزرگ شدم. تمام این صحبتهایی که می کنم علتش اینه که به 10 سال و 15 سال قبل از انقلاب میخوام برگردم و میخواستم از دولت مردانی که جامعه ایران یک جامعه مردونهی بوده، الانم هست، 10-15 سال قبل از انقلاب همه این دولت مردانی که بر مصدر یک کاری بودن، خیلی خیلی بالاها رو نمیگم، همون در حدود رئیس فرهنگ فلان جا یا رئیس فلان اداره، اینا هیچ کدوم کارشون رو نمی کردن. هیچ کدوم. میخواستم از تختی شروع کنم، از جهان پهلوان تختی، ولی که چرا تختی وقتی فوت کرد نقطه عطفی در تاریخ ایران آغاز شد. از این چند نفر خیلی عادی میخواستم صحبت کنم، ولی همون روزا که شروع کردم جناب آقای تیمسار آریانپور
صحبت‌هایی کردم که من چندین جواب خیلی مؤدبانه در از ایشون براشون دارم. صحبت‌هاشون اومدن و صحبتی شروع کردن که در مورد یک هواپیماها یا ایرکرافت کریر به اسم وینسون، من درست اونا رو نمیدونم، ولی به محض اینکه شروع به صحبت کردن ایشان این صحبت ها رو پیش کشیدن که تنفر از خاندان پهلوی دارن، یا با لغاتی همچون دختربازی، خانمبازی و مشروب و و و و و هزاران نقطه. خدمت آقای آریانپور، زن ایرانی اسباب بازی دختربازی های مرد ایرانی نیست، نبوده. تا زمانی که مرد ایرانی خیال میکنه که خانوم بلند میکنه، نمیدونه که خانوم اونو بلند میکرد. ایشون در چند دقیقهی که صحبت میکنن الفاظی چون نفرت از خاندان پهلوی، لغت نفرت برای ایشون که مصدر کاری بودن، چه چیزی رو حل میکنه غیر از اینکه ثابت کنه که هیچ منطقی ندارن؟ من قسم میخورم اگر شاه زنده بود الان ایشون این صحبت ها رو اصلا نمی کردن. من ایشون هم جز اون آقایونی هستن که در اون زمان مصدر کاری بودن و گله دارن از رژیم قبلی، ولی همه ما بیاین ببینیم کوتاهی های ما چه بوده. ایشون با این لغات که دختر بازی یا خانم بازی، که این لغات در شأن سن ایشون نیست و توهین به زن ایرانیه، در کجای اون زمان شما این چیزا را، اگرم یک اتفاقاتی افتاده، زن ایرانی همیشه سربلند بود و هست و خواهد بود. جناب تیمسار آریانپور، لچک سر مرد ایرانی کردن در درجه اول. چندین چیز در گفته هاتون اومد که شما در مهندسی نیرو دریایی کار میکردین و 7 ماه قبل از انقلاب با تیمسار مدنی کار میکردین. یادتون باشه که تیمسار مدنی چند سال پیش خودشون اقرار کردن که چک نمیدونم به مبلغ چقدر دریافت کردن و این چک رو مثل این که سیایه بهشون داده بود. پس ببینین مخالفای شاه از کجا آب میخورد که در مخالفت با این حرف بزنه. بازم خدمتتون بگم من در رژیم گذشته 2 شغل داشتم. اولین شغلم آموزگاری روزمز بود و در تهران کار میکردم. تمامش در درجه دوم خودم و شاگرد مهندس سیحون میدونم و تا روزی که زنده هستم خودم و شاگرد ایشون میدونم و بعدها در این مورد که چرا چه شد و چرا مهندس سیحون یه اتفاقایی با 10-15 سال قبل از انقلاب افتاد. حالا جواب تیمسار عزیز در یاددار، این در اولین صحبتی بود که شما میگین 7 ماه برای ایشون کار کردیم قبل از انقلاب. اون که خیلی ها بیشتر از این کردن و یادمون باشه شما که اون لباس رو پوشیده بودی برای دفاع از میهن بود، پس هر چی کردیم به عنوان یک آقا خیلی کم بود. بعدن یه چیزای دیگه گفته شد که افسران
و دیگرانی که در امریکا بودند تقاضای پناهندگی سیاسی کردند. اولین روز انقلاب، دو سه روز اول، برای اطلاعات بیشتر شما، ناخدا بهارمس، سیروس بهارمس و ناخدا فرزانه و اون چند نفر همون چند روز اول انقلاب خانه نشین شدن. همون دو سه روز اول انقلاب گفتن افسران رده بالا هیچ کس اجازه نداره به محل کار بیاد تا اطلاع ثانوی. همون دو سه روز اول یادتون باشه اینا خونه نشین شدن و هیچ کدوم تقاضای پناهندگی سیاسی نکردن و هنوزم یه تعداد از همون افسران با گرین کارت زندگی میکنن و کار میکنن. در مورد این که چرا کسی رو جانشین اینا نکردن، ناخدا ستوده رو به عنوان این که کسی باید جانشین اونا باشه که جناب آریانپور، برای که حسن ختامی به صحبتام بدم، دختر تیمسار جهانبانی وقتی 6-7 ساله بود، من آموزگاری بودم و خیلی هم جوان بودم، اصلا نمیدونستم تیمسار جهانبانی چیه. این دختر الان یک خانم 56-7 ساله. فقط ببینید این با اتفاقی که برای پدرش افتاده چطور روی پای خودش وایستاده و سربلند و سربلندتر زندگی کرده و خواهد کرد. چرا این داستانو گفتم؟ ایشون 7-8 ساله بود که مدت کوتاهی شاگرد من بود و حتی قرار شد من به ایشون، من اصلا نمیدونستم تیمسار جهانبانی کیه. این دختر انقدر شیرین، زیبا، خانوم، با خوشحال و خیلی ساده و مردمی با همه، به طوری که معلم ها همه دورش جمع می شدن. من هیچ، فقط خود شخصش این می گفتن گلی جامعه. سالها گذشت، این دختر خانم 17 ساله شد. یک روز یه رانندهی قراره بره این خانم رو بیاره از یه فرودگاهی که قرار بوده بره جایی اسنویسی کنه و درسشو، درسای دانشگاهی. این راننده وقتی اینو میاره بر میگرده داد و فریاد، فکر میکرده این خانم رو بلند کردن برای یکی از این آقایون. وقتی این گلی رو میبره به جایی و باید میبرده به یه خونه و دختر جوان بوده، راه و چاه بلد نبوده، یه بزرگتر یه راننده میفرسته و این آقای راننده فکر کرده بوده که دختر 17 ساله داره میبره، که من بعد از سالها یادم اومد گفتم بابا این دختر تیمسار جهانبانیه، چرا تهمت میزنی؟ این منطق فکری ما بود. حرفای شما هم مبنی بر گفته های اینجور آدم هاست که زن ایرانی رو و الفاظی به اسم دختربازی و خانوم و مستی و بقیه جمله هاست. پس بیاییم یه جوری دیگه ای فکر کنیم، فکر کنیم که هممون اشتباه میکردیم. پس او الفاظمون و افکارمون طور دیگه ای. این صحبت هارم نکردم که من نه اصلا ایشونو میشناسم، فقط گفتم من در شرایط شغلیم در یک جاهای قرار گرفتم که چیزایی رو دیدم و سعی میکنم هفته یک بار بیام این صحبت ها رو در مورد چند نفری که میدونم. جناب آریانپورم من ندیدم، نمیشناسم، فقط این صحبت هاشون به عنوان یک زن ایرانی به من برخورد.
و به زنای دیگه هم برخورد، حتی اگر در مورد زن ایرانی هم صحبت نمی کردن، حالا دیگه در مورد همکاران خودشون که دیگه فقط ایراد می کردن. آیا کار خود ما درست بوده که اینقدر از دیگران انتقاد می کنیم؟ روز و روزگار با شما خوش. امیدواریم که اون مملکت رهایی پیدا کنه و ما حداقل باعث و بانی اون رهایی باشیم. با امید ایرانی آزاد و رهایی آن. موفق باشید.